در حالی که مطابق گزارش ها بیشترین سهم صادرات گرانترین ادویه جهان در اختیار ایران است، اما سهم بسیار اندکی از این بازار مالی در جهان را دارد. امرداد 1401 معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت ایران تولید 95% زعفران دنیا را در اختیار دارد، اما سهم کشور ما در بازار مالی کمتر از 500,000 دلار است. گردش مالی طلای سرخ در دنیا 18 تا 20 میلیارد دلار است و با وجود تولید 95% تمام زعفران جهان، درآمد ایران به دلیل خام فروشی معادل 0.2% از تمام بازار دنیا است. پیشتر خرداد 1400 رئیس شورای ملی زعفران اعلام کرده بود دولت در روند تولید و صادرات زعفران هیچ برنامه مدون و مشخصی ندارد و در این حال به طرح‌ها و پیشنهادات شورای ملی زعفران نیز بی تفاوت است و بی برنامگی بازار زعفران را از ایران خواهد گرفت. زعفران یا زعفران گیاهی از تیره زنبقیان است که کلاله و خامه زرشکی رنگ آن بهترین، خوشبوترین و گرانترین ادویه جهان است. علاوه بر آن که سهم ایرانیان از بازار پرسود زعفران در جهان ناچیز است، سفره آنها نیز از این ادویه معطر هر روز خالی تر می شود. دبیر شورای ملی زعفران می گوید وقتی زعفران به کیلوی 70 تا 80 میلیون تومان رسیده، مصرف داخل به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد، چون سطح درآمد مردم بالا نرفته و این در حالی است که زمانی تا 25% زعفران کشور در بازار داخل به فروش می‌رسید، ولی امروز این ارقام رویایی است. با آنکه به نظر می‌رسد قیمت هر کیلو زعفران در داخل کشور نسبت به قیمت هر کیلو حدوداً 5000 دلار در دنیا هنوز ارزان‌تر است، توان خرید مردم آنقدر رو به وخامت گذاشته که زعفران هم از سفره‌های آنها دود شده. دبیر شورای ملی زعفران میگوید قیمت هر مثقال زعفران حدود 500 تا 600 هزار تومان است و با توجه به این قیمت و همچنین بالا نرفتن سطح درآمد جامعه، تقاضا کم شده و در بسیاری از مراکز و رستوران ها از این محصول استفاده نمی شود. به گفته دبیر شورای ملی زعفران رقم صادرات زعفران ایران در سال 1402 حدود 217 تن و 406 کیلو بوده. بیشترین بازار صادراتی ایران امارات، چین، اسپانیا، افغانستان و قطر بودند که این کشورها رقبای زعفران ایران هم هستند. در واقع کشوری مثل افغانستان زعفران را خود به مصرف نمی رساند، بلکه آن را به عنوان محصول تولید یا افغانستان به مقاصد صادراتی کشور ما و آن هم با قیمت بالاتر صادر می کند. این رویه در مورد دیگر کشورها از جمله امارات، اسپانیا و چین هم صادق است. به این معنا که زعفران ایران را خریداری کرده و با بسته‌بندی کشور خودشان به بازارهای جهان عرضه می کنند. یعنی مشابه همان اتفاقی که در مورد پسته و فرش ایران رخ داده، در مورد زعفران هم تکرار شده است.